خب رودینگ رو با هم دیگه کار کردیم. یه توضیح کوچولو اولش بهتون دادم بچه‌ها. لطفاً یه کوچولو دیگه فقط میگم بهتون، حواستون باشه تو ریدینگ ها، وسط ریدینگ بلند نشین برین چای دم کنین و تلویزیون نگاه کنین و دوباره برگردین. تمرکزتون رو ریدینگ باشه، چون دارین شما برها تو لول آپ اینترمدیت هستین. شما دارین خودتون رو آماده میکنین برای آزمون‌هایی مثل آیلتس و مثل تافل. لازمه که رو ریدینگ مهارت خودتون رو بالا ببرین. خیلی وقتا زبان آموز ریدینگ رو میخونه، متوجه هم میشه، اما وقتی میخواد تست بزنه دوچاره مشکل میشه. بنابراین با تمرکز کامل بخونید، گفتم با لب بسته بخونید، اینطوری سرعتتون میره بالاتر. حتما یه پوینتر زیر لاین ها داشته باشین، بگیرین که چیزی رو نندازید. و مسئله بعدی اینه که گفتم اگر باز عکسی دیدین، کپشنی دیدین، اطلاعاتی، تیتر رو بعضی بچه‌ها نمیخونن. بعضی بچه‌ها در واقع اون تیتری که داده شده تو ریدینگ رو رها میکنن، اسکیپ میکنن، ادامه میدن. نکنین این کارا رو، بخونین ببینین چیه. در طول ریدینگ هم شما گاهی برخورد میکنید با کلماتی که بلد نیستین و این کاملا طبیعیه، باید اینطوری باشه. سریع مراجعه نکنین به دیکشنریتون، یه ذره زمان بذارین، سعی کنین حدس بزنین کلمه رو چه شکلی. اولا جای کلمه خودش داره به شما میگه که یه اسم، یه قید، یه فعل، یه صفته و همین این باعث میشه خیلی بدونین. شما دیگه تو لولی هستین که اینا رو میشناسین، نقش کلمات رو. و دو، از کلماتی قبلتر و بعدتر اون کلمه هستن میتونین حدس بزنین. حدس بزن، سوالا رو جواب بده. حالا سوال‌ها هم با سوالا جا خالیه، ترو فالس، هر چی که هست. تمام که شد، حالا بله بیا مراجعه کن با دیکشنری، اون کلمه رو درار، اسپلینگش رو چک بکن، تلفظش رو چک بکن، مثال‌هاشو بخون حتما. اما در طول ریدینگ هیچ کاری نکن به جز انجام دادن ریدینگ. Because the time matters. زمان برای ما در ریدینگ ها مهمه و ما تو آزمون ها معمولا محدودیت زمان برای ریدینگ داریم. اینجا هم که پرداختیم. Part A, look at the photos of Benedict Cumberbatch and Elizabeth Moss and read their biographical info. Info goes for information. Biographical is an adjective. Biography is a noun. Biographical is an adjective. Have you seen any of the TV shows or movies that they have been in? What did you think of them? این رو جواب بده، با خود جمله سازی بکن. وقتی که بهترین جوابی که دادی رو سعی کن جوابای کوتاه ندی، جواب طولانی بده. کلا هر سوالی برخورد میکنی، بعد صدای خودتو ضبط کن. جوابو بده، صدای خودتو ضبط، جاداش بر ندار. بگو همینطوری، صدای خودتو ضبط کن، به صدای خودت گوش میدی. قول میدم بهت خیلی چیزا راجع به اسپیکینگ خودت میتونی پیدا بکنی. Part B, now read the interviews and match questions A to G with their answers. این کارو کردیم دیگه، سوال‌ها رو گذاشتیم تو ریدینگ. Part C, read the interviews again using the glossary to help you answer the questions with BC for Benedict Cumberbatch or EM for Elizabeth Moss. Who had an embarrassing experience as a child? Who? BC. Yes. Who finds it hard to make decisions? ببین ساختار رو میگه make decision به جای اینکه بگه decide. ساختارهای خوشگل اینجوری شکل میگیره. اگه یه بار میگی decide، یه بار بگو make decision. بذار ساختارات متنوع و خوشگل باشه. این از کلمات خوب بتونی که استفاده بکنی و به کار بگیریشون. خب who BC, yes, because he said he was indecisive. Who avoids answering one of the questions? EM, she didn't answer one of the questions. Who had a dangerous experience when they were traveling abroad? BC, he had a dangerous experience when he was in South Africa. And who had a dangerous experience when they were young? The girl, EM, when she was little on the lake. Who often hesitate when they are speaking? Hesitate means wait. Yes, wait to answer. Of course, again, we can say BC because he is indecisive. And who was fond of a kind of flower when they were a child? The girl, EM. ساختار رو ببین چه ساختار خوبیه. میگه who was fond of. باز به جای اینکه بگه who liked حالا تنس های مختلف، به جای like و love گفتم از ساختار خوشگل استفاده کنید. ساختار اینه to be fond of something یا to be fond of doing something. اوکی؟ از این ساختارها میتونی استفاده کنی به جای اینکه بگیم لایک و لاو و اینا که خیلی سیمپل هستن. اینا رو بنویس تو نوتبوکی که صحبتشو کردیم داشته باش و ازشون استفاده کن تو اسپیکینگ و رایتینگت، خیلی تاثیر داره. خب who has a favorite decade? Decade is a period of 10 years. A period of 10 years is called a decade. The girl, EM, she talked about Art Deco. And in part D, which of the questions in the interviews do you think is the most interesting, the most boring, too personal to ask a person who you don't know well? لطفاً اینا رو جواب بده. بچه‌ها جواب‌های کوتاه ندین. جوابتون طولانی بکنین. این ستا رو مثلا من توصیه می‌کنم 3 دقیقه زمان بذار، 2.5 دقیقه زمان بذار. جواب بده، سعی کن جوابای خلاقانه بدی، سعی کن ادجکتیو کلاز استفاده بکنی، سعی کن در واقع جواباتو طولانی تر بکنی، به هم وصل بکنی و کانکتورها جملات تو. از جملات خیلی کوتاه اجتناب کن. از صفت‌های ساده‌ای مثل good، bad، مثلا hard، nice اینا خب خیلی درسته ها، ولی خب خیلی ساده است دیگه، برای لول شما مناسب نیست. سعی کن صفت‌های خوب‌تر استفاده بکنی، صداتو ضبط کن و به صدای خودت گوش بده. Thank you. Let's continue with the grammar.